سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنبال دار میخونم امشب بخون قسمت 22 از داستان زیبای قلعه علموت حسن صباه رو برای شما بخونم داستان رو توی قسمت قبل تا اونجای براتون خوندم که توتوش به کمک یاران باطنی تونست وارد ایران بشه موسل و شام رو تسخیر کرد حامیدان رو هم به تصرف خودش درآورد. زمانی که برکیارق متوجه ورود اموی خودش به ایران شد، با سپاهی بسیار کم به مقابله با اون رفت. اما شکست خورد. تمامی یارانش کشته شدند و خودش تک و تنها به اصفهان برگشت. اما وقتی وارد اصفهان شد، متوجه شد که ترکان خاتون با سپاهی که از خلیفه بغداد گرفته، اصفهان رو به تصرف خودش درآورده. ترکون خاتون برکی رو به زندان انداخت و باز هم پای عهد خودش با فرخ سلطان نموند اگر میخواین ادامه داستان رو بشنوید فراموش نکنید که ویدئو رو همین اول لایک کنید نظرتون رو حتما برام کامنت کنید و اگر میخواین از این داستان جذاب جا نمونید فراموش نکنید که زنگوله پیج رو هم روشن کنید بریم تا با هم ادامه این داستان جذاب رو بشنویم یک شب ترکان خاتون فرخ سلطان را احضار کرد سلطان نزد مادر محمود رفت ترکان خاتون به فرخ سلطان اجازه نشستن داد آنگاه گفت من امشب تو را احضار کردم تا اینکه با تو مشورت کنم سانیان یک کار دقیق را بر عهده تو بگذارم که به انجام برسانی فرخ سلطان سراپا گوش شد تا بفهمد ترکان خاتون چه میگوید ترکان خاتون گفت فرخ سلطان من امیدوار نبودم ما بتوانیم بر کیارق را با این سهولت به چنگ بیاوریم و اسیر کنیم معلوم می شود که اقبال با ما مساعد است شکار را وادا نمود که با پای خود به سوی دام ما بیاید و در دام ما بیفتد ولی اقبال همیشه با انسان یار نیست دوره مساعدت بخت دوری مخصوص و کوتاه می باشد سلطان گفته ترکان خاتون را تصدیق کرد ترکان خاتون گفت اکنون که بخت به ما روی آورده باید حد اکثر استفاده را از مدد بخت کرد قبل از اینکه از ما رو برگرداند سلطان کرند هم آن گفته را تصدیق نمود ترکان خاتون گفت به اختنام فرصت باید برای همیشه خطر برکیارق را از بین برد و او را به قطع رسند فرخ سلطان که انتظار شنیدن آن حرف را از آن زن نداشت بی اختیار گفت آه ای خاتون عالی مقام آیا قصد داری برکیارق را به قطع برسانی ترکان خاتون گفت این مرد اگر زنده بماند فرار خواهد کرد برای ما تولید اشکال خواهد نمود ولی اگر به قتل برسد خاطر ما آسوده خواهد شد فرخ سلطان اظهار کرد ای خاتون عالی مقام من با نظریه تو راجع به این جوان موافق نیستم او را به قتل نرسان ترکان خاتون گفت برای اینکه در آینده پسرم به طبانت بدون مزاحم سلطنت کند باید بر کشته شود یا لاقل نابینا گردد فرخ سلطان اظهار کرد آیا قصد داری بر چشم این جوان میل بکشی؟ ترکان خاتون گفت از قسل او ممکن است صرف نظر کنم ولی از میل کشیدن بر چشم های او نمیتوانم صرف نظر کنم فرخ سلطان اظهار کرد ای خاتون حالی مقام بر یارق فرزند تو نیست اما پسر شوهر تو می باشد تو اگر دو چشم او را نابینا کنی مثل این است که دیدگان فرزند خود را نابینا کرده باشی آیا تو می توانی که چشم های فرزند خود را نابینا کنی؟ ترکان خاتون گفت اگر من پادشاه بودم و پسرم چشم تمه به تاج و تخت من می دوخت چشم هایش را کور می کردم تا دیگر نتواند به تاج و تخت من چشم بدوزد اگر برکیارق چشم داشته باشد تا روزی که زنده است چشم به تاج و تخت من خواهد دوخت چون پسر ارشد ملک شاه است همواره کسانی یافت می شوند که دورش را بگیرند و به وی برای جلوس بر تخت سلطنت کمک کنند اما اگر دو چشمش نابینا شود هم او ناامید خواهد شد و در صدت بر نخواهد آمد که تاج و تخت را به دست بیاورد هم طرفداران او فروخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام در این خصوص فکر کن با سرعت تصمیم نگیر زیرا ممکن است که بعد پشیمان شوی ترکان خاتون گفت تنها کاری که هرگز انسان را پشیمان نمی کند از به این بردن رقیب است از من به تو اندرز همین که به رقیب دست یافتی او را به قتل برسان یا کور کن تا نتواند در آینده رقابت کند فرخ سلطان اظهار کرد اگر برکیارق فرزند خود تو بود و به دست دیگری گرفتار می شد و او می خواست وی را بکشد یا کور کند آیا تو می توانستی تحمل کنی که میل بر چشم های فرزند دلبند تو بکشند و او را کور کنند؟ ترکان خاتون گفت بله فراخ سلطان اگر فرزند من به ضد من قیام کند و رقیب من شود من با دو دست خود میل بر چشم های او خواهم کشید فراخ سلطان که عزم کرده بود در قبال خود ای ترکان خاتون خود اکند گفت حال که می خواهی برکیارق را کور کنی؟ اول پول و جواهراتش را بگیر بعد او را کور کن ترکان خاتون پرسید مگر برکیارق پول و جواهر دارد ما بعد از اینکه اصفهان را مسخر کردیم هرچه پول و جواهر در قصر سلطنتی بود تصرف نمودیم برای برکیارق چیزی باقی نمانده فراغ سلطان گفت در این شهر همه میگویند که برکیارق مقداری پول و جواهر در خارج از قصر پنهان کرده هرگاه تو اون را کور کنی محل پنهان کردن پول و جواهر را به تو نشان نخواهد داد زیرا بعد از کور شدن ناامید خواهد شد هرگاه بداند تو او را به قتل میرسانی تو را از مدفن پول و جواهر مطلع نخواهد کرد اما قبل از اینکه نابینا شود تو میتوانی او را مورد تحقیق قرار بدهی و تهدیدش کنی که هرگاه محل پنهان پول و جواهر خود را نشان ندهد نابینا خواهد شد منظور فرخ سلطان از آن گفته فقط دفع وقت بود میخواست که بدان وسیله ترکان خاتون را وا دارد که کور کردن برکیارق را به تأخیر بیاندازد تا وی بتواند با توتوش مربوط شود و از او درخواست کند که برادر زادش بر کیارق را از خطر ترکان خاتون حفظ کند دیگه طمع ترکان خاتون به جوش آمد برای اینکه بتواند پول و جواهر را از برکیارق بگیرد کور کردن وی را به تأخیر انداخت چون فروخ سلطان زندانبان برکیارق بود همان روز وارد زندان پسر ملک شاه شد به او فهمان که ترکان خاتون قصد دارد او را نابینا کند ولی وی که نمیخواهد شاهزاده ای چون برکیارق نابینا شود به ترکان خاتون گفته است که شاهزاده را مورد تحقیق قرار بدهد و پول و جواهرش را از او بگیرد ترکان خاتون هم از فرت طمع پیشنهاد او را پذیرفت پیش بینی می شود که امشب یا فردا ترکان خاتون از او راجب محل پنهانی پول و جواهرش تحقیق خواهد کرد او باید محلی را نشان بدهد که قابل قبول و هم دور باشد برکیارق گفت در دوره سلطنت پدرم من مدتی در فارس بودم می توانم نقطه ای از فارس نشان بدهم و فعل مثل بگویم که من در منطقه فسا پول و جواهر خود را پنهان کردم. فراخ سلطان گفت آیا بین فسا و اینجا اصفهان فاصله زیاد هست یا نه؟ برکیارق گفت بله رفتن از اینجا به فسا و مراجعت از آنجا یک ماه طول می کشد. فراخ سلطان اظهار کرد اگر این طور باشد تا ماه دیگر من می توانم وسیله نجات تو را فراهم کنم. برکیارق گفت اگر زنده بمانم و نابینا نشوم خدمت بزرگ تو را فراموش نخواهم کرد فرخ سلطان گفت آنچه میخواهی به ترکان خاتون بگویی به خاطر بسپار تا اینکه در گفتار تناقض به وجود نیاید صبح روز بعد ترکان خاتون با یه سربازان مسلح به زندان برکیارق رفت تا از او تحقیق کند که پول و جواهر خود را در کجا پنهان کرده برکیارق از ابراز محل گنج خودداری کرد به طور محسوس آشکار نمود که وی غیر از پول و جواهری که ترکان خاتون در اصفهان به دست آورده دارای پول و جواهر دیگری هم هست ولی نمیخواهد بروز بدهد در آن موقع برکیارق را برای اینکه مورد استنتاق قرار بگیرد از اتاقی که در آن محبوس بود به اتاق دیگر منتقل کرده بودند بدون اینکه زنجیر از پایش بردارند و اون اتاق هم باز بود تورکن خاتون به طرف آفتاب و گلها اشاره کرد گفت برکیارق آیا میل داری که بعد از این مثل امروز به توانین این آفتاب و گلها را ببینی؟ پسر ملک شاه جواب داد البته که میل دارم تورکن خاتون گفت پس محل پنهان پول و جواهر خدا نشان بده و یعنی امر می کنم که تو را کور کنند و تا روزی که زنده هستی، رنگ آفتاب و گلها و چیزهای دیگر را نخواهی دید. برکیارق خود را وحشت زده نشان داد. گفت، زمانی که من در فارس بودم و پدرم حیات داشت، مقداری پول و جواهر را در فسا پنهان کردم. ترکال خاتون پرسید، مقدار پول و جواهر چقدر است؟ برکیارق گفت، پول نقد من در فسا یک کرور دینار می باشد. جواهری هم که در آنجا دارم یک کرور دینار میارزد. ارزد. ترکان خاتون پرسید پول و جواهر را در کجا پنهان کرده ای؟ برکیارق نشانی پول و جواهر را داد. ترکان گفت این نشانی که تو می دهی گیج کننده است. بعد دستور داد که وسایل نوشتن بیاورند. برکیارق را واداشت که نشانی دقیق محل گنج را بنویسد و برای مزید توضیح نقشه یند هم بکشد. برکیارق اطاعت کرد آنچه نوشته و کشیده بود به دست ترکان خاتون داد ترکان خاتون گفت من هم امروز ای را میفرستم که بروند و پول و جواهر را بیاورند اگر تا دروغ گفته باشی وای بر حالت کوچکترین مجازات تو این خواهد بود که میگویم دو چشم تو را از کاسه بیرون بیاورند بعد امر کرد که برکیارق را به اتاقی که در آن محبوس است برگردانند. قبل از اینکه خارج شود کلید زندان را از فراخ سلطان گرفت یک افسر از بشون خلیفه بغداد موسوم به عبدالخالق را با عده ای از سربازان بغدادی معمور زندانبانی برکیارق کرد زیرا چون حس کرده بود فراخ سلطان از برکیارق حمایت می کند به فکر افتاد که شاید وی را بگریزاند. در آن روز و روز بعد ترکان خاتون شش نفر را معمور کرد که به اتفاق بروند و از روی نشانی که بر کیارق داده گنج او را پیدا کنند و به اصفهان هم کنند آن زن هر یک از آن شش نفر را که دو نفرشان افسران خلیفه بغداد دو نفر از رؤسای قبایل کرمان شاهان و دو نفر از کارکنان دربار و اهل اصفهان بودند جداگانه پذیرفت به هر یک از آنها محرمانه گفت که مراقب اعمال دیگران باشند که مبادا برای تصاحب گنج همدست شوند آنگاه شش نفر را به هیئت اجتماع پذیرفت به آنها وعده داد که اگر گنج را بدون کاهش به اسفهان منتقل کنند پاداش شاهانه خواهند گرفت سوادی از نشان گنج را که بر کیارق نوشته بود به آنها داد آنان برای به دست آوردن گنج موهوم به راه افتادند فروخ سلطان نیز در همان روز که از زندانبانی بر کیارق بر کنار شد یکی از کردان مورد اعتماد کرمان شاهان را نزد توتش فرستاد به او گفت از توتش بخواهد که برای نجات برادر زادش بر کیارق که هرچه باشد فرزند برادر اوست اقدام بکند نگذارد که ترکان خاتون به را به قتل برساند یا از بینایی محروم کند سه روز بعد از اینکه فرستادگان ترکان خاتون رفتند که گنج را بیاورند آن زن به زندان برکیارق رفت بار دیگر پسر ملک شاه را مورد تحقیق قرار داد تا بداند آنچه در مورد نشانی گنج گفته بود به خاطر دارد یا نه زیرا ترکان خاتون می دانست اگر برکیارق دروغ گفته باشد اظهارات دوم او با اظهارات اول فرق خواهد داشت اما برکیارق دروغی را که گفت به خاطر سپرده بود این آنچه مرتبی اول بر زبان آورد به ترکان خاتون گفت ترکن خاتون اندیشید که برکیارق راست گفته چون اگر دروغ می گفت بین اظهارات دفعه اول و دفعه دوم او اختلاف به وجود می آمد سلطان که برای نجات برکیارق متوسل به توتوش گردید مردی ساده نبود که نداند توتوش که کباده سلطنت تمام ایران را می کشد. حاضر نیست که برکیارق را بر تخت بنشاند و تاج بر سرش بگذارد ولی فکر میکرد که توتوش برادرزادش را از مرگ یا کوری نجات خواهد داد ولو در آینده آن جوان پادشاه نباشد فروخ سلطان در فکر خود هم بود میخواست عمل یمین الملک را تکرار نکند هنگامی که توتوش به ترکان خاتون حمله بر می شود او زن و فرزندش محمود را رها کند و به قشون توتوش به پیوندد. همانطور که یمین الملک در دستگاه برکیارق به وزارت رسید او هم در دستگاه توتوش به منصبی بزرگ برسد فراخ سلطان فکر میکرد که با عمل خود برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهد و از ترکان خاتون هیلگر هم انتقام بگیرد و در دستگاه توتوش هم دارای مرتبه و مقام بزرگی شود در حالی که برکیارق در اصفهان محبوس بود، خبر فروخسلطان سلطان به توتش و ابو همزی کفشگر در همدان رسید. فراق سلطان به توتوش اطلاع داد که اگر او زندانبان برکیارق بود، می توانست مانع از این شود که ترکان خاتون او را به قتل برساند یا کور کند. ولی ترکان خاتون او را از زندانبانی برکیارق معذول کرده. یکی از افسران خلیفه موسوم به عبدالخالق را که از بغداد با خدا بده متصدی زندان کرده او دیگر به برکیارق دسترسی ندارد همین که ابو حمزه کفشگر نام عبدالخالق افسر دستگاه خلیفه بغداد را شنید او را شناخت دانست که وی دارای برادری می باشد موسوم به عبدالواسه که باطنی است بعد از اینکه توتوش از خبر فروخ سلطان مطلع شد با ابو حمزه کفشگر مشورت کرد پرسید عقیده تو در این خصوص چیست؟ ابو حمزه جواب داد ای ملک من میل ندارم برای رستگاری برکیارق اقدام کنم زیرا به طوری که تو را واقف کردم با اینکه برکیارق با کمک اهل باطن به سلطنت رسید بعد از اینکه صاحب تاج و تخت شد نخواست جبران مساعدت اهل باطن را بکند البته این را هم بگویم اگر یمین الملک که امروز وجود ندارد با باطنی ها مخالفت نمی کرد؟ شاید کسی نبود که در صدد جبران مساعدت و محبت باطنی ها بر نیاید. ولی یمین الملک او را از جبران خوبی باز داشت. بعد هم به دنیای دیگر رفت. تو بگذار که ترکان خاتون هرچه می خواهد با برکیارق بکند و بعد ترکان خاتون را وادار به تسلیم کن. صاحب اختیار تمام کشور ایران شو. تو توش گفت من چون قصد دارم خود پادشاه ایران شوم نمیتوانم با سلطنت برکیارق موافقت کنم او باید از سلطنت برکنار شود ولی نمیتوانم بر خود هموار کنم که یکی زن بیگانه که از نژاد ما نیست و بعد از برادرم ملکشاه کوس رسوای او را بر سر بازارها زدند برادرزاده من برکیارق را به قتل برساند یا کور کند من در مورد برکیارق مانند پدری هستم که اطفال خود را مجازات می کند. آنها را به شدت می زند. ولی اگر یک بیگانه به سوی یکی از فرزندانش دست دراز کند او را به قتل می دساند. که چرا می خواست فرزندش را مضروب کند تو ایدای نخست میدانی که ما خانواده بزرگ هستیم اگر ترکان خاتون برادرزادی مرا به قتل برساند یا کور کند تمام اعضای خانوادم مرا مورد نکوهش قرار خواهند داد که چرا در صدت بر نیامدم از پسر ملک شاه و برادر زاده خود حمایت کنم دست روی دست نهادم تا یک زن هر جایی برادر زادم را نابود یا نابینا کند ابو حمزه گفت ای ملک جوان مردی تو مستوجب تحسین است ولی مطابق مسلحت تو نیست من یقین دارم اگر تو گرفتار می شدی و خسم تو می خواست تو را به قتل برساند یا کور کند برکیارق برای نجات تو که عمویش هستی قدمی بر نمی داشت خوش وقت می شد که تو به دست دشمنت از بین می روی و رقیب او نخواهی گردید اکنون که دست تقدیر برکیارق را گرفتار ترکان خاتون کرده بگذار که قضا و قدر کار خود را بکنند تو برای همیشه از این رقیب آسوده می شوی. بعد از برکیارق جنگ تو با ترکان خاتون خیلی آسان خواهد شد زیرا سربازان ترکان خاتون دو دسته هستند دسته ای از آنها اشایر قره میسین می, می باشند که رئیس آنها فرخ سلطان است آن مرد به طوری که به تو اطلاع داد حاضر است از ترکان خاتون جدا شود و به تو به پیوندد دسته ای دیگر افسران و سربازان خلیفه بغداد هستند که از بین و نهرین با او آمدند آنها بیش از دو هزار نفر نیستند اگر هم بیش از دو هزار نفر باشند برای تو خطری ندارند به دلیل اینکه المست از هر خلیفه بغداد به نام تو خود بخوانده است تو را پادشاه ایران میداند سربازان او نمی توانند با تو بجنگند هرگاه با تو پیکار کنند مثل این است که بر روی خلیفه خود شمشیر کشیدند اگر بر کیارق نابود یا نابینا شود ترکان خاتون را از لحاظ سلطنت باید نابود شده دانست اما اگر برکیارق زنده بماند و دو چشم خود را حفظ کند باز تو ای ملک باید بجنگی و از کجا معلوم ترکان خاتون بعد از ادامه حیات برکیارق با او متحد نشود از کجا معلوم که فروخ سلطان که فرمانده اشایر قرمی سین است و امروز تو را تشجی به نجات برکیارق می کند به حمایت او با تو نجنگد تو توش گفت ای دای نخست آنچه تو میگویی از نظر عقلانی درست است من نمیتوانم گفته ای تو را با یک دلیل عقلانی رد کنم ولی عاطفه من نمیتواند دلیل عقلانی تو را بپذیرد تو با زبان دلیل عقلی صحبت میکنی من با زبان عاطفه تو میگویی عقل حکم کند که من دست روی دست بگذارم و ترکان خاتون بر کیارق را به قصر برساند یا کور کند اما من میگویم که عاطفه خیشاوندی حکم میکند که من وی را نجات بدم اگر برای رستگاری برکیارق اقدام نکنم به این افراد خانواده خود سرشکسته و بدنام خواهم شد ابو حمزه گفت اگر برکیارق از اتباع تو بود و سر اطاعت فرود می آورد خود من به تو تاکید می کردم که برای نجات برادرزادت اقدام کن نگذار که ترکان خاتون او را مقتول یا نابینا کند ولی این مرد یاقی است با تو جنگید بر اثر شکست خوردن و قشونش گریخت اگر او در جنگ فاتح میشد و تو را دستگیر میکرد به قتل میرسانید بدون اینکه فکر کند تو عموی او هستی حتی اگر تو خود او را به قتل میرساندی یا نابینا میکردی خویشاوندانت نمیتوانستند بر تو ایراد بگیرند زیرا کسی که بر سلطان خروج کند و در صدت برایت که تاج و تخت را از وی بگیرد مستوجب قتل است ولو پسر سلطان باشد ولی اکنون قضا و قدر وضعی پیش آورده که تو را از کشتن برادر معاف کرده دیگری این کار را بر عهده میگیرد. همه می که برادر زادت به جنگ تو آمد بعد از شکست خوردن گریخت و به اصفهان رفت در آنجا به چنگ ترکان خاتون افتاد باز همه می دانند که ترکان خاتون با تو دشمن است برای اینکه تو قصد داری سلطنت ایران را از پسرش محمود در واقع از خود او بگیری اگر ترکان خاتون با تو دوست بود می میتوانستند تصور کنند که آن زن برای اینکه تو را از خود راضی کند بر کیارق را به قتل رسانده ولی چون با تو دشمن است کسی نمیگوید که ترکان خاتون برای تحصیل رضایت تو بر کیارق را مقتول یا کور کرد هر کس که بشنود برکیارق به دست زن پدرش معدوم شد یا جهانبینی خود را از دست داد آن واقعه را ناشی از حکم تقدیر خواهد دانست هیچ کس تو را مورد نکوهش قرار نخواهد داد فقط به یک ترتیب ممکن است که از قسل بر صرف نظر کند آن گروگان گرفتن او می باشد یعنی به تو بگوید که با قشون خود از حوالی اسفهان مراجعت کن تا از قسل بر صرف نظر کند امروز هم که تو هنوز به سوی اسفهان حرکت نکرده ای. اگر تولکان خاتون بفهمد که علاقه داری بر کیارق زنده بماند او را گروگان خواهد نمود تا اینکه تو را مجبور کند که از جنگ باوی صرف نظر کنی و اسفهان را مسخر نکنی توتش تحت تأثیر گفته ابو حمزه قرار گرفت دلایلی که دایی نخست باطنی بر زبان می آورد درست بود توتوش توش نمی توانست آن دلائل را رد کند آقابت گفت بسیار خوب دایی نخست من مطیع نظریه تو می شدم. از قشون کشی برای نجات دادن برکیارق صرف نظر می کنم. اما در ته دل احساس ناراحتی می کنم. مثل این است که برادرم ملک شاه از قبر نگران من است به زبان خود می گوید تو تو می توانستی پسر مرا نجات بدهی و ندادی ابو حمزه کفشگر می توانست برکیارق را از چنگ ترکان خاتون نجات بدهد ولی نمیخواست بدان کار اقدام کند زیرا برکیارق نسبت به اهل باطن حق ناشناسی کرده بود. وقتی دایه نخست فهمید که توتوش خیلی میل دارد که برکیارق را نجات بدهد گفت ای ملک چون تو اموی برکیارق هستی من به تو حق می دهم که برای برادرزاده خود ناراحت باشی. اما راه نجات وی این نیست که با قشون به اصفهان بروی و به تولکان خاتون اختار کنی که برکیارق را آزاد کند چون وقتی تولکان خاتون بفهمد که برکیارق برای تو آنقدر اهمیت دارد که تو برای آزاد کردن وی با یک قشون به اصفهان آمده ای همانطور که گفتم وی را به عنوان گروگان نگاه می دارد تا اینکه تو را مجبور به مراجعت کند من برای اجابت تقاضای تو حاضرم که بر کیارق را از چنگ ترکان خاتون آزاد کنم اما یک شرط دارد تو توش پرسید شرطش چیست ابو حمزه گفت شرطش این است که بعد از اینکه آزاد شد در جایی که باطنی ها معین می کنند به سر ببرد و نزد تو نباشد تو توش پرسید چرا ابو حمزه گفت برکیارق با ما باطنیها ها خصومت دارد اگر با تو زندگی کند چون او برادر زاده می باشد و تو امو هستی رأی تو را نسبت به ما تغییر خواهد داد تو را نیز مثل خود با ما دشمن خواهد کرد تو توش گفت چگونه ممکن است که من تحت تاثیر بر کیالا قرار بگیرم ابو حمزه گفت بعد گویی و سخنچینی وقتی ادامه یافت عاقبت مؤثر واقع می شود تو با ما دشمن خواهی شد اما اگر برکیارق دور از تو زندگی کند، ما آسوده خاطر خواهیم بود که به ضد ما بدگویی نخواهد کرد. او را در مکانی جا خواهیم داد که تمام وسایل راحتی برایش فراهم باشد. توتش نتوانست به منظور باطنی ابو حمزه پی ببرد. تصور کرد که دای نخست از بدگویی و سخنچینی برکیارق میترسد. در صورتی که منظور دای نخوست این بود که اهل باطن برکیارق را در دسترس خود داشته باشند تا هر موقع توتوش خواست با باطنی ها دشمنی کند پسر ارشد ملکشاه را به مردم نشان بدهند بگویند که سلطنت حق موروسی و قانونی برکیارق است توتوش برادر ملکشاه با زور سلطنت را غصب کرده باید از تخت فرود بیاید و برکیارق به جای او بر تخت بنشیند و تاج را بر سر بگذارد تو توش پرسید تو چگونه او را آزاد میکنی؟ ابو حمزه جواب داد ای ملک آیا تو نمیخواهی تصدیق کنی که ما باطنی ها برای به انجام رسانیدن کارها وسایلی داریم که دیگران ندارند؟ تو توش گفت من تردید ندارم که شما مردانی هستین دارای قدرت اما استفاده از قدرت راه دارد شما هر قد قوی باشید جز به وسیله جنگ نمیتوانید برکیارق را آزاد کنید این همان است که من میخواهم انجام بدهم و تو با آن مخالفت میکنی ابو حمزه کفشگر گفت با جنگ نمیتوان بر کیارق را آزاد کرد زیرا ترکار خاتون او را به گروگان خواهد گرفت یا از فرط کینه خواهد کشت راه آزاد کردن بر کیارق رو بودن اوست تو توش گفت آیا تو میخواهی بر کیارق را که اینک در اسفحال محبوس است برو بایی؟ ابو همزه کفشگر گفت بله توتوش توش پرسید چه موقع؟ ابو حمزه گفت وقت معین آن را نمیتوانم بگویم ولی میتوانم بگویم که قبل از پایان زمستان و پیش از موقعی که تو باید به اصفهان قشون بکشی بر کیارق رو بوده خواهد شد اما شرط و آزاد کردن او همان است که گفتم تو باید موافقت کنی که برکیارق در یکی از قلاه باطنی به سر ببرد توتوش توش به ازای نجات برادرزادهش با این کار موافقت کرد بعد از اینکه توتش شرط ابو حمزه را پذیرفت دایی نخست عبدالواسع را که در کرمان شاهان میزیست احضار کرد بعد از اینکه آن مرد وارد همدان شد به او گفت آیا اطلاع داری که برادرت عبدالخالق در اصفهان است عبدالواسع گفت وقتی برادرم به اتفاق ترکان خاتون از بغداد آمد ترکان خاتون چندی در کرمان شاهان توقف کرد تا قشون جمع آوری کند آن موقع برادرم را دیدم ولی او به من نگفت که قصد دارد به اسفهان برود ابو حمزه گفت برادر تو اکنون در اسفهان است آیا تو میل داری که برادر را ببینی عبدالواسه گفت بله ابو حمزه گفت ترکان خاتون اکنون به برادرت کاری بزرگ محول کرده او را معمور حفاظت برکیارق کرده است عبدالواسه پرسید چطور معمور حفاظت او شده ابو حمزه گفت ترکان خاتون برکیارق را به زندان انداخته برادرت را با چندین سرباز مأمور حفاظت او کرده عبدالواسه اظهار کرد خوش وقتم که برکیارق به زندان افتاد دایی بزرگ ما می گفت اگر برکیارق با باطنی ها مخالفت نکرده بود اینک کیش ما در سراسر کشورهای ایران رواج داشت ابو حمزه اظهار نمود گفته یه دایی بزرگ کرمانشاهان صحیح است ما برکیارق را بر تخت سلطنت نشاندیم تا اینکه وی مروج کیش باطنی در کشور ایران باشد ولی او با ما مساعدت نکرد عبدالواسه گفت ای دای نخست من حس می کنم که تو برای یک منظور خاص نام برادرم و اصفهان را بردی ابو حمزه گفت راست می گویی من می خواهم تو را نزد برادرت بفرستم عبدالواسه پرسید بعد از ورود به اصفهان چه باید بکنم؟ ابو حمزه اظهار کرد تو بعد از اینکه وارد اصفهان شدی باید به برادرت بگویی که در به زندان را بگشاید برکیارق را از زندان بیرون بیاورد و او را به تو بسپارد تا وی را به جایی که من معین میکنم ببری عبدالواسه پرسید ای دای نخست برکیارق کسی است که با ما خودعه کرد با اینکه باطنیها او را بر تخت نشاندند با ما از در مخالفت برآمد در این صورت چگونه تو میگویی که برادرم او را از زندان آزاد کند ابو حمزه گفت عبدالواسه تو که یک باطنی هستی چگونه دست برمیایی که به دستور یک دایی ایراد بگیری آیا تصور میکنی که یک دایی متوجه این موضوع نیست عبدالواسه دست را رو روی لب زد گفت ای دایی نخست نفهمیدم از ایراد گرفتن نابجا پشیمانم خاص بخشایش میکنم ابو حمزه گفت برای اینکه خاطرت آسوده باشد به تو میگویم بعد از باز شدن درب زندان بر کیارق آزاد نخواهد شد تو باید او را از اسفهان خارج کنی به قلعه ارجان ببری تسلیم آن قلعه کنی من هنگام حرکت تو به سوی اصفهان نامه ای می نویسم به تو می دهم که آن را به دست دایی قلعه ارجان بدهی تو که یک باطنی قدیم هستی لابد می دانی که قلعه ارجان از قلعه باطنی ها می باشد عبدالواسه گفت بله ایزه بعد است اطلاع دارم که مدتی تو خود دایی بزرگ قلعه ارجان بودی ابو حمزه اظهار کرد بعد از اینکه بر کیارق را به قلعه ارجان بردی و تسلیم دایی قلعه کردی باید از او رسید بگیری و برای من بیاوری عبدالواسه دست را روی چشم نهاد گفت اطاعت میکنم ابو حمزه اظهار کرد من ده تن از سربازان باطنی را به تو میدهم به آنها میگویم که مطیع عوامر تو باشند تو باید طوری وارد اسفهان شدی که کسی شما را نشناسد نفهمد که باطنی هستید وگرنه ترکان خاتون شما را دستگیر خواهد کرد و کشته خواهید شد عبدالواسه اظهار کرد ای زبرد است ما طوری وارد اسفهان خواهیم شد و در آنجا به سر خواهیم بود که کسی ما را نشناسد دایه نخست گفت برکیارق اگر در یکی از قلعه ما در اختیار ما باشد بهتر از این است که دیگران اختیار او را داشته باشند عبدالواسه اظهار کرد این گفته ای صحیح ولی برادر من عبدالخالق به طوری که تو خود گفتی از طرف ترکان خاتون مهمور حفاظت برکیارق شد گمان نمی کنم که درخواست خواست مرا بپذیرد درب زندان را بگشاید تا من برکیارق را به قلعه ارجان ببرم ابو حمزه اظهار کرد عبدالواسه من از این جهت تو را از کرمان شاه به اینجا آوردم تا به اصفهان بفرستم که تو برادر عبدالخالق هستی می توانی طوری با او حرف بزنی که دیگران نمی توانند. به او بگو که خدمت ترکان خاتون را کردن بی فایده است زیرا همین که بهار فرا رسید تو توش به اصفهان حمله خواهد کرد آنجا را خواهد گرفت و ترکان خاتون از قدرت خواهد افتاد اگر دستگیر نشود فراری خواهد شد باز به بغداد خواهد رفت اگر برادرت گفت که او در خدمت خلیفه بغداد می باشد نه در خدمت ترکان خاتون به او بگو که خلیفه بغداد هم به نام توتش خطبه میخواند صلاح برادرت در این است که خدمت خلیفه بغداد را رها کند و به خدمت توتوش درآید یا اینکه باطنی شود به او بگو که دو هزار دینار پول بگیرد و زندان بر کیارق را بگشاید او را به تو بسپارد و خودش هم از اسفهان خارج شود و به همه دا نزد من بیاید تا من بیدرنگ او را وارد خدمت تو توش کنم اگر کیش باطنی را هم بپذیرد که به سعادت سرمدی خواهد رسید عبدالواسه گفت «عیزه بعد است من یقین دارم که برادرم کیش باطن را نخواهد پذیرفت ابو حمزه پرسید آیا حاضر است در ازای دریافت پول و ملحق شدن به ما بر کیارق را آزاد کند؟ عبدالواس جواب داد تا آنجا که من از خوی برادرم تلا دارم تصور نمی کنم که او حاضر شود در ازای گرفتن پول محبوسی را که به او سپرده شده آزاد کند ولی دو هزار دینار زر خیلی پول است کسانی که مقابل پول قلیل مقاومت می کنند بعد از اینکه دانستند پول گذاف نصیب آنها می شود سر تسلیم فرود می آورند. ابو حمزه گفت فقط یک باطنی است که نمی توان وی را با پول خریداری کرد. از باطنیان گذشته همه قابل خریداری هستند. منتها به های افراد فرق می کند. قیمت بعضی از اشخاص نازل و به برخی دیگر خیلی گذاف است. ادهی معدود همانقدر بها به دارند که نمی توان آنها را خریداری کرد. زیرا هیچ کس آن اندازه زر ندارد که بتواند بهای آنها را بپردازد. تو می توانی تا سه هزار دینار زر قیمت برادرت را بالا ببری. به او بگو علاوه بر این که سه هزار دینار دریافت خواهد کرد وارد خدمت توتش خواهد شد و مرتبه خود را در قشون توتش حفظ خواهد کرد. عبدالواسه گفت اگر برادرم حاضر نشد که در ازای دریافت سه هزار دینار و ورود به خدمت توتوش بر کیارق را به من بسپارد چه کنم؟ ابو حمزه کفشگر کرد دیده بر چشم های عبدالواسه دوخت گفت اگر برادرت حاضر نشد که با دریافت پول و وعده شغل بر کیارق را آزاد کند او را به قتل برسان کلید زندان را از وی جدا کن در به محبس را بگوشا و بر کیارق را بیرون بیاور وقتی ابو حمزه گفت او را به قتل برسان عبدالواسه تکان خورد دایی نخست تکان او را دید گفت تو میدانی که قتل برادر تو برای ما کار دشواری نیست من میتوانم به وسیله امام از یکی از قلاع خودمان بخواهم که یک فدایی را بفرستند تا برادر از را به قتل برساند اما کشتن او به تنهایی سبب آزاد شدن برکیارق نمی شود چون زندان برکیارق در کاخ سلطنتی اصفهان است ورود به آن کاخ برای افراد عادی دشوار است لیکن وقتی تو به آنجا بروی و بگویی که برادر عبدالخالق هستی و برادرت تو را بشناسد بدون اشکال وارد کاخ می شوی. یک فدایی بعد از اینکه برادرت را به قطع رسند نمی تواند کلید را از وی جدا کند و درب زندان را بگشاید و بر کیارق را از محبس بیرون بیاورد چون کسانی که آنجا هستند به فدایی حمله بر می شوند و او را به قتل می رسند. ولی تو چون برادر عبدالخالق هستی و به آزادی نزد برادرت می روی با همه آشنا می شوی. می توانی دیگران یعنی سربازانی را که من به تو می وارد آن قصر کنی. دیگر این که چون تو در اصفهان زیاد با برادرت به سر می بری از جزئیات کار او مطلع می شوی. می فهمی که کلید زندان را در کدام یک از کیسه های خود یعنی جیب های خود میگذارد. در شب وضع نگهبانی چگونه است؟ پی بردن به این چیزها برای یک فدایی ممکن نیست اینها را برای نمونه گفتم تا بدانی که اگر قصد برادر تو وسیله خارج کردن بر از زندان بود من تو را از کرمان شاهم به اینجا نمی آوردم و معمول رفتن به اسفحان نمی کردم. من تو را به اصفهان می فرستم تا به توانی با ملایمت برادرت را قانع کنی که درب زندان را بگشاید. بعد تو با برادرت به اتفاق برکیارق از آن قصر خارج می شوید. تو با برکیارق به قلعه ارجان برو. عبدالخالق برادرت هم به اینجا بیاید. ممکن است در هنگام خروج از اسفهان نگهبانان جلوی شما را بگیرند. تو و برادرت با مردانی که من با تو می فرستم نگهبانان را به قصر برسانید. برکیارق را خارج کنید. هر کسی را که جلوی شما را گرفت از پا درآورید. بعد برکیارق را به قلعه ارجان ببر از دایی قلعه رسید بگیر و برای من بیاور بر. عبدالواسه گفت ای بعد است من سعی خواهم کرد که برادرم راضی شود و بر کیارق را به من بسپارد ابو حمزه گفت من به تو اختیار می دهم که برای راضی کردن عبدالخالق هر وسیله را که مفید می دانی به کار ببری هرچه می خواهی به او بگویی من به وسیله به انجام رساندن کار ایرادی به تو نمیگیرم فقط خواهان نتیجه هستم نتیجه باید این باشد که تو بر کیارق را از اسفهان خارج کنی و به قلعه ارجان ببری رسید بگیری و برای من بیاوری دیگر تو خود دانی که چگونه و با چه زبانی برادرت را راضی کنی اگر دیدی با قسل بر کیارق اگر دیدی که برادرت با قسل بر کیارق البته از طرف ترکان خاتون موافق نیست از این موضوع استفاده کن به او تلقین کن که اگر بر کیارق در زندان ترکان خاتون باشد کشته خواهد شد یا نابینا خواهد گردید به او بگو که بر کیارق برادر زادی توتوش است هر کس او را از قتل یا کوری نجات بدهد نزد توتوش دارای پایه و مایه زیاد خواهد شد اگر هیچ یک از وسایلی که تو به کار میبری موثر نشد برادرت را بکش در به زندان را بگشا و بر کیارق را از کاخ سلطنتی خارج کن. آنگاه ابو حمزه نامه ای هم برای دایی قلعه ارجان نوشت که عبدالواسع را به خوبی بپذیرد. چهار هزار دینار زر که با توجه به ارزش طلا در آن عصر پولی بسیار بود به عبدالواسع داد. گفت تو اگر یک باطنی نبودی من این پول را به تو نمی دادم. زیرا وسوسه زر در وجود انسان بیش از وسوسه یکی زن جوان در وجود مردی جوان در خانه خلوت است. چهار هزار مسقال زر ثروتی است که بسیاری از اشخاص در حسرت آن به سر میبرند. اگر روزی آن زر در اختیارشان باشد نمی توانند از وسوسه نفس بپرهیزند. ولی تو یک باطنی هستی. مردان باطن امانت دارند. چهار هزار مسقال زر آنها را گرفتار وسوسه نمی کند. از این مبلغ سه هزار مسقال حد اکثر پاداشی است که باید به برادرت داده شود من به تو اختیار می دهم که آن مبلغ را هر قد به توانی بکاهی و بقیه را خود تصرف کنی به تو حلال باد اگر تو بتوانی برادرت را راضی کنی که با دریافت پانصد دینار بر کیارق را آزاد کند دو هزار و پانصد دینار دیگر به خود تو تعلق خواهد گرفت من از جانب امام اختیار تام دارم که به تو بگویم آنچه چه باقی میماند بر تو حلال است هزار دینار دیگر نیز هزینه تو و ده باطنی است که من با تو به اصفهان میفرستم تو باید با کمک آنها برکیارق را به قلعه ارجان ببری آنگاه با رسید دایی ارجان آن ده نفر اینجا خواهی آمد اگر برادرت راضی شد که زندان برکیارق را بگشاید و او را به تو واگذارد و در عوض وارد خدمت تو, تو شود به او بگو که از اصفهان به اینجا نزد من بیاید تو نباید برادرت را با خود به قلعه هرجان ببری برای اینکه برادرت باطنی نیست کسی که اهل باطن نباشد نباید به اسرار قلاه ما پی ببرد عبدالباسه گفت من برادرم را با خود به هر جان نخواهم برد او را اگر راضی شد نزد شما میفرستم ابو حمزه کفشگر کرد اظهار کرد اگر تو مجبور شدی برادرت را به دست یکی از باطنی ها که با تو فرستاده می شود به قتل برسانی امام هزینه زن و فرزندان او را تامین خواهد کرد ما از این جهت این مساعدت را می کنیم که عبدالخالق برادر تو می باشد مگر ما هرگز هزینه زن و فرزند کسانی را که دشمن ما هستند و به قتل می رسند بر عهده نمی گیریم دیگر ابو حمزه چیزی نداشت که به عبدالواسه بگوید ده سرباز باطنی را انتخاب کرد عبدالواسه را به فرماندهی آنها برگزید و سفارش وی را به سربازها کرد عبدالواسه و آن ده نفر راه اصفهان را پیش گرفتند بعد از ورود به آن شهر دو به دو در کاروان سراها منزل کردند عبدالواسه به تنهایی در یک کاروان سرا منزل کرد عبدالواسه به گرما برفت خود را شست لباس تمیز که آلوده به قبار راه نبود در بر کرد راه کاخ سلطنتی اسفهان را پیش گرفت به طوری که خود پیش بینی می نمود آنجا جلوی او را گرفتند پرسیدند کیست و با که کار دارد عبدالواسه گفت من برای دیدار برادرم عبدالخالق آمدم تقاضا می کنم که خبر آمدن مرا به اطلاع او برسانید سربازانی که نگهبان درب کاخ بودند عبدالواسه را همانجا نگاه داشتند تا بروند و به برادرش اطلاع بدهند خود عبدالخالق برای دیدار برادر آمد وقتی عبدالواسه را دید بسیار خوش وقت شد او را در بر گرفت و بوسید به نگهبانان گفت این برادر من است هر زمان که خواست نزد من بیاید از ورودش ممانعت نکنید عبدالخالق برادرش را به مسکنی که در کاخ داشت برد از او پرسید در کجا منزل کرده عبدالواسه جواب داد در یکی از کاروان سراها عبدالخالق گفت بیا و همینجا مسکن کن در کاروان سرا به تو بد می گذارد. کسی نیست که برای تو قضا فراهم کند ولی اگر اینجا منزل کنی از حیث قضا آسود خاطر خواهی بود زیرا هر روز غذای ظهر و شب را از آشپزخانه کاخ به اینجا میآورند. آورند عبدالواسه می اگر نزد برادر بماند بروی تحمیل نخواهد شد زیرا در آشپزخانه آن کاخ برای عدهای کثیر که روز و شب در آنجا به سر میبردند غذا تبخ می شود و افزایش او بر دیگران تحمیل به شما نمیآید لیکن اگر در آن کاخ منزل میکرد نمیتوانست با همکیشان خود که از همدان با وی آمده بودند تماس بگیرد اگر برادرش درخواست میکرد که آنها را در کاخ جا بدهد تولید سوه زن میکرد لذا از برادرش درخواست کرد که او را از سکونت در کاخ معاف کند ولی قول داد که شبها بیشتر نزد برادر بیاید زیرا روزها کار دارد و باید دنبال کار برود عبدالخالق از برادر پرسید برای چه کار به اسفحان آمده عبدالواسه که در قریمی سین سوداگر بود گفت آمدم تا پارچه خریداری کنم پارچه های در آن دوره که قرن پنجم هجری بود معروفیت داشت پارچه های را به تمام کشورهای ایران حمل می کردند. عبدالخالق که می دانست برادره سوداگر می باشد حرف عبدالواسه را باور کرد. اندیشید که او لابد برای خرید پارچه به اسفحان آمده. معلوم است که دو برادر که به هم می رسند از وضع خانوادگی یکدیگر پرسش می کنند. از حال فرزندان می پرسند. بعد از اینکه مذاکرات خانوادگی خاتمه یافت عبدالواسه از برادرش پرسید آیا از وضع زندگی خود راضی هست یا نه؟ عبدالخالق جواب داد در بغداد وضع من بهتر از اینجا بود زیرا در بغداد مردم مرا می شناختن. برای من قائل به احترام بودند به دست من گره گشایی می کردند. حرف من مورد قبول مردم بود چون همه می که صاحب منصب دربار خلیفه هستم دوستی من برای آنها مفید و دشمنیم خطرناک است ولی در اینجا کسی مرا نمیشناسد، هیچ کس به من مراجعه نمی کند. به خصوص از موقعی که زندانبان برکیارق شدم. در اینجا من مردی هستم بیگانه و گمنام. مردم اصفهان مرا به چیزی نمیگیرند. گیرند. عبدالواسه گفت برای چه تو جهت زندانبانی انتخاب کردند؟ عبدالخالق جواب داد افسران و سربازان ترکان خاتون دو دسته هستند. دسته از آنها ما هستیم که از بغداد با ترکان خاتون آمده ایم. دسته ای دیگر اشایر قریمیسین هستند. رئیس آنها مردی است به اسم فرخ سلطان. من حس کردم که ترکان خاتون نسبت به فرخ سلطان و اشایر قریمیسین اعتماد ندارد. از علت آن بی اطلاع هستم. چون ترکان خاتون با آنها اعتماد ندارد، مرا که افسر قشون خلیفه هستم، با ادهی سرباز، مهمور نگهداری بر کیارق کرده. من باید مراقب باشم که برکیارق نگریزد از چنگ ترکان خاتون به در نرود عبدالواسه پرسید لابد روز و شب در این کاخ هستی و نمی توانی از اینجا بیرون بروی عبدالخالق گفت من ناچارم که برای رفتن به گرمابه و مراجعه به سلمانی از اینجا خارج شوم ولی هر دفعه که از کاخ خارج می شدم، تا موقع بازگشت مضطرب هستم که مبادا در قیاب من برکیارق فرار کرده باشد عبدالواسه پرسید او را چگونه یافتی؟ عبدالخالق گفت جوانی است که به نظر من صبور و ملایم جلوه می کند. از روزی که من زندان او هستم از وی چیزی نریدم که سبب کدورت گردد. عبدالواسه پرسید آیا می توانی پیش بینی کنی که ترکان خاتون تا چه موقع او را در زندان نگاه میدارد؟ دارد؟ عبدالخالق صدا را آهسته آه کرد گفت آنچه من میخواهم به تو بگویم جز اسرار است کسی نباید از آن با خبر شود عبدالواسه پرسید آن راز چیست؟ عبدالخالق گفت آن راز این است که زندگی بر کیارق وابسته است به یک دفینه که او در گذشته در یکی از کشورهای ایران پنهان کرده من نمیدانم آن گنج کجاست ولی شنیدم که ادهی از طرف ترکان خاتون رفتند که آن را به دست بیاورند روزی که آن گنج به دست ترکان خاتون افتاد بر کیارق را خواهد کشت ترکان خاتون بعد از اینکه گنج را به دست آورد بر کیارق را خواهد کشت در صورتی که باید غیر از این باشد بعد از اینکه گنج به دست ترکان خاتون افتاد قدر و منزلت او نزد ترکان خاتون باید بیشتر شود عبدالخالق گفت زنده ماندن این جوان تا روزی که گنج به دست ترکان خاتون نیفتاده برای آن زن ضروری است تا اگر در مکان گنج اشتباه شود برکیارق آن را تصحیح کند جویندگان گنج را راه نمایی کند ولی روزی که گنج به دست ترکان خاتون افتاد برکیارق را به قتل خواهد رساند عبدالواسه پرسید نظریه تو راجب برکیارق چیست؟ عبدالخالق گفت نظریه خود من راجب به او این است که جوانیز قابل ترحم عبدالواسه گفت آیا تو میدانی برکیارق پسر ملک شاه است؟ آیا خبر داری ترکان خاتون از این جهت قصد دارد آن جوان را به قتل برساند تا اینکه پسرش محمود با کمال اقتدار سلطنت کند؟ عبدالخالق جواب داد من میدانم که برکیارق فرزند ملک شاه است. برادرش اظهار کرد آیا خبر داری که توتوش عموی برکیارق می باشد و توتوش امروز پادشاهی است مقتدر او نمیتواند تحمل کند که برادرزادش را به قتل برسانند عبدالخالق اظهار کرد من نسبت به اختلافات فیما بین ترکان خاتون و برکیارق علاقه هستم میل دارم هرچه زودتر ترکان خاتون ما یعنی من و سایر افسران و سربازان خلیفه را مرخص کند ما بتوانیم به بغداد مراجعت کنیم عبدالواسه اظهار کرد برادر تو نباید در مورد اختلاف ترکان خاتون و بر بدون علاقه باشی عبدالخالق پرسید برای چه عبدالواسه گفت برای اینکه من تصور میکنم همای سعادت بالای سرت پرواز میکند کافیست دست دراز کنی آن را بگیری عبدالخالق پرسید من آن همای سعادت را که بالای سرم پرواز میکند نمیبینم عبدالواسه گفت اگر چشم باطن را بگو شایی آن را خواهی دید عبدالخالق اظهار کرد برادر واضح حرف بزن بدانم چه میخواهی بگویی عبدالواسه گفت در دوری عمر آدمی فقط یک بار اتفاق میافتد که اقبال به درب خانی انسان میآید در قلباب می کند. اگر شخص در را به روی او گشود و اقبال را وارد خانه کرد و از وی پذیرایی کرد سعادتمند می شود. تا روزی که زنده است به خوشی زندگی می کند. بعد از وی فرزندانش به خوشی زندگی می کنند. بسیاری از کسان نیز هستند که در همه عمر یک بار هم اقبال به سراغش نمی آید و در به خانی آنها را نمی کوبند. من حس می کنم که اقبال چون سایه در عقب تو افتاده بر است که از این فرصت استفاده کنی و خود را نیک بخت کنی و بعد از تو فرزندانت با سعادت زندگی کنند عبدالخالق پرسید به من بگو چگونه باید از اقبالی که چون سایه در عقب من افتاده استفاده کنم عبدالواسه که صلاح ندانست در آن موقع بیش از آن صحبت کند گفت فردا شب که نزد تو آمدم راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد عبدالواسه قصد داشت حس کنج کاوی برادرش را برانگیزد و او را تشنه کند تا بتواند از پیشنهاد خود نتیجه بگیرد همراهان عزیز لذت داستان امیدوارم که از شنیدن این قسمت از داستان زیبای قلعه علموت حسن صباه لذت برده باشید. فراموش نکنید که نظرتون راجب این داستان حتما برام کامنت کنید. روز روزگار بر شما خوش.